یه وقتایی هست حتی پدر و مادر انسان میشنود اجازه نمیدن که مثلا دخترش ازدواج کنه چون دخترش یه حقوق خوبی داره و اگه ازدواج کرد دیگه پدر منبع مالیشو از دست میده، حد کسی نیست که مثلا از دید خودش مالی در اختیار نخواهد داشت. بدین خاطر هست که حتی از ازدواج کردن دخترشون جلوگیری میکنن. و یا اینکه همسر کار میکند، زن شغل داره، شاغل هست، خب شوهر میاد کاملا حقوق همسرشو میگیره. این درست نیست، حرام هست، از کبائر هست، داره حرام میخورد، مال همسرت هست درست، اما داری حرام میخوری، این حرام خوریست. دقت کنیم در اینجا، اینجا چیزی نیست که مرد بگه که من اجازه دارم. اصلا مرد در این قضیه اجازه نداره، خدا بهش این اجازه رو نداده، رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش این اجازه رو نداده. پس شخصیت مستقلی است که میتونه در مال خودش تصرف کنه، همون گونه که حق ندارید شما مال دیگری را تصرف کنید، بخورید، بدزدید. به همین صورت از مال همسر حق نیست که انسان چیزی بردارد، او را وادار کند از مالش بدزدد، تهدیدش کند. همون گونه که در مورد دیگران حرام هست، در مورد همسر هم حرام هست. اون کبائر هست، این هم کبائر هست، ظلم هست، این هم ظلم هست. بازخواست خواهی شد، اینجا هم بازخواست خواهی شد، اگرچه مال همسرت هم باشه، مگر اینکه او با رضایت تمام، با طیب خاطر بیاد مال خودش رو ببخشد به شوهرش، را در اختیار شوهرش قرار بدهد برای تجارت کردن، و اینکه مثلا شریک باشند در این مال، در این تجارت. در این محدوده وقتی که اتفاقا با رضایت خاطر اشکال نداره، اما هر گونه فشار و تهدید و ارعابی که شوهر بخواد بر همسر خودش وارد کنه که از اموال همسرش استفاده کند، درست نیست، حرام هست، از کبائر هست، گناهکار هست، گناه دارد.